در واقع افشین کاری که چیزی که راجبش جالبه افشین حسام اینه که مثل یک مجسمه سازیه که یه قطعه سنگو برمی‌داره و بعد فکر می‌کنه که با این سنگ چه کار کنه و تراشش بده. این عکس‌ها رو اول می‌گیره، ثبت می‌کنه و بعد با اون از اون به عنوان ماده اولیه استفاده میکنه که بعد میشنه فکر کنه که اوکی حالا با این عکس ها با این فیلم ها چه کار بکنم. سبک کارش بیشتر بروتال و پریمیتیف هست. بروتال همونطور که میدونین یه سبک آرشیتکتور هست، برای اینکه یک مثال زنده بدیم مثلا میتونیم بگیم خیلی از ساختمان های دولتی توی دیسی و از جمله اونجایی که ما میکردیم ساختمان های آجری اونجوری رو بهش بروتال میگن که رنگای که سری داره غم انگیزم هست. تو آمریکا کفشین اومد، از ایران که اومد شرکت کار پولاروید کردن که باز اون از بین رفته با تکنولوژی جدید، ولی خلاصه از تکنیک های خیلی عامه و همه پسند زیاد استفاده نمی کنه. توی کارهای فیلمش هم بیشتر چی هست؟ وقتی میگی وقتی میگی از عامه پسند استفاده نمی کنه چه اشکالی؟ یعنی من هیچ اشکالی نداره. بله نه اشکال نداره، دارم سبک کارش رو میگم. یعنی خیلی منظور این است از اون سبکای آوانگارد هست که فقط اون از ما بهتران میدونن یا این چنان؟ نه نه اصلا اینجوری نیست. خیلی کارش اکسپرشنیسته در واقع و کارش هم واقعا برای دل خودش میکنه. اتفاقا اصلا چیزی نیست که بخواد نقدی بگیره یا واقعا بر از دلش میاد و خیلی ایراد ازش گرفته میشه که چرا انقدر کاراش دارک و سنگینه و تاریکه، ولی به قول خودش حالا به تازگی یعنی یک ساله که یک فرزندی پیدا کرده، دختری پیدا کرده که میگه با تولد دخترم داره امید بیشتری هم توی کار کارا میاد. با گروه های موسیقی خیلی کار کرده، ویدیو کلیپ درست کرده برای گروه کیوس، درست کرده بالگرد و جادوگران که در این گزارش با هم میبینیم. ولی خب آثارش اما اجازه بده لونا جان فقط میخوام یه سوال ازت بکنم چون میدونم باید زودتر این نشون بدیم. آیا کسانی که از ایران میان به هر حال این دلیلی است بر اون نوعی غم انگیز بودن کارها که در ابتدا میبینیم در کارهاشون؟ من فکر میکنم بله آقای بهالو، برای اینکه ما ایرونی ها اصولا کلن یه حالت نوستالژیک داریم همیشه و این توی کارامون خیلی دیده میشه و دقیقا اینو خیلی درست گفتین. وقتی نگاه میکنین به کارهای ایرانش همیشه اون غمو توش میبینین و حتی توی صحبت کردنش راجع به ایران. میگم کاملا صحبتتون درست بود، خیلی نوستالژیکه، خیلی نوستالژیکه. خب حالا ببینیم گفتگوی لونا شاد را با افشین حسام. خیلی دارک و بدی دارم، ولی خب همه کارام اینجوری نیست. آره جذب میشم به اون سمت بیشتر و دوست دارم که یه اون احساس رو توی بیننده به وجود بیاره. معمولا نظری که در مورد کارام دادن همیشه نمیخوام بگم متفاوت بوده با نظر خودم، ولی هیچ وقت اون چیزی که تو ذهنم بوده معمولا بیننده اون برداشت رو شاید نکنه همیشه از اون. عکس رو میگیرم نسسرلی فقط واسه این نیست که اون لحظه اون عکس رو گرفته باشم، یه چیزی رو میبینم که یه حس خوبی به هم میده و دوست دارمش و واسه آیندم عکس رو ازش میگیرم که فراموشش نکنم. یعنی در واقع مثل یه مواد اولیه است که دقیقا کمتر اتفاق افتاده که یه عکس بگیرم و همون عکس رو ازش استفاده کنم. خیلی کار بردم روش ولی اکثرش
کاری رو که انجام بدم اون حالت مثلا اون معصومیتش رو شاید ازش گرفتم. منظورم که چجوری بتونم توجه بیننده رو نسبت به یه چیزی که زیاد بهش توجه نمی‌کنه در روز یا اصلا زشته یا اصلا نمی‌خوای بهش توجه بکنی رو جلب بکنم، طوری که یه دید دیگه بهش نگاه بکنم، میگه آخه خب این مثلا اینقدر مثلا زشت نیست. مثلا یه سری عکاسایی که من کردم رفتم توی لندفیل، توی این جایی که زباله‌ها رو میرن خالی می‌کنن، رفتم اونجا عکاسی کردم. یعنی سعی کردم که با رنگایی که اون تو پیدا کردم و با کامپوزیشن همونسی که خودت گفتی یه سری عکسایی به وجود بیام، از زباله دارم عکس، از زباله دارم عکس میگیرم. شاید اولین دفعه که میبینی متوجه زباله‌ها نشی، بیشتر متوجه رنگ و کامپوزیشن بشی که بگی خب قشنگ جالب یا هر چی، ولی وقتی بیشتر نگاه میکنی می همش ته سیگاره و آشغال و جان روح چاپ. تصور کن رو زمین مرزی نبود، فکر کن بین آدم ها فرق رنگی نبود، تفکر ده حد سطحی نبود و نگاه از دریچه مالی و شیعی نبود، با دیوانه میذاشم بین ما فاصله، روش مادی یا کش معنویت یه فاجعه. تصور کن گره خوردن دستا رو با هم، پایان دوران ننگ و ستیز و ستم، تصاوی واقعی برای حقوق زن، تقدیم یه گل به هم نو به جای سنگ. تصور کن زمین بدون تانک و تفنگ، زمینی که تویی باشه از هر گونه جنگ. تکنیک چاپ من روی هر جفت، هم روی فیلمام هم روی عکسام کاملا تاثیر داره. نمیدونم چرا، چون هیچ وقت اصلا کلاس چاپ برداشتم نه، اصلا تجربه اینجوری اصلا نداشتم، ولی علتی که دوست دارم که هم با دستام کار کنم. یعنی احساس میکنم که اگر مثلا من عکاس یا فیلم ساز نمیشدم شاید مجسمه ساز میشدم، بخاطر اینکه خیلی دوستم با دستام کار کنم. این باعث میشه که من بیام رو عکسام کار کنم، یا حتی فیلمایی که درست میکنم خیلی دوستم تنسینو دارم که عکسا رو خودم دستی چاپ بکنم، یا اون خشایی رو که توی عکس درست میذارم و توی فیلم هام هم یه طوری به وجود بیارم. همیشه دوست داشتم که از کیاس، از بروتالیتی و از زشتی و از این هرج و مرج آرت به وجود بیارم. یعنی اونا همیشه باعث هم میگن خب این چیز زشتیه، در صورتی که مثلا این چیز زشت خیلی میتونه قشنگ هم باشه. حالا منظورم از زشتی یعنی همون خط خطی ها که مثلا رو عکس میشه یا هرچی، منظورم که یه زیبایی هست همیشه توی این چیزای دارک یا چیزایی که مثلا مردم زیاد بهش دقت نمیکنن یا ازش دوری میکنن یا اصلا بهش دقت نمیکنن یا نمیخوان اصلا بهش دقت بکنن. بی‌رحم و بی‌قاعده است، پر موجود دیوانه و بیمار پس، باید با چش باز تجسم کنیم، زشت رو ببینیم و زیبایی تصور کنیم. آیا عکاسی رو چجوری می‌بینی؟ فکر می‌کنی که بیشتر فرم جاشو میده به محتوا؟ سوال جالبی بخواد که بعض میگم من خیلی بیشتر عکاسی میکردم تا فیلم سازی. از زمانی که این اتفاق داره واسه عکاسی میافته، احساس میکنم که بیشتر دارم رو فیلم کار میکنم تا عکاسی. بخواد که اون موقعام که عکاسی میکردم کاری کلاسیک رو همیشه انجام میدم، همیشه دوست داشتم برم توی تاریک خونه، همیشه دوست داشتم کلروی ترانسفر و چاپ و اون دیدای کلاسیک رو به وجود بیارم، یا مثلا تا اینکه با تکنولوژی جلو برم. الان مثلا اون پولاروید ترانسفر دیگه اصلا فیلم پولاروید که من همیشه باش کار میکردم مثلا ورشکسته شده و اصلا اون فیلم دیگه اصلا وجود نداره. رو هم حساب میگم یه ذره من نمیخوام بگم دل سرد شدم، ولی اون چیزی رو که راحت بودم توش باش کار میکردم یه جوری ازم گرفته شده، رو هم حساب بیشتر هم دارم طرف فیلم رفتم. بیشتر کارهایی که انجام میدم روی فیلم کارهایی که موقع تدوین و ادیت کردن و بعد از اینکه فیلم برداری میشه تازه شروع میشه. یعنی این وجه تشابه بین عکاسی و فیلم هم هست. یهو از تهرانی که من همیشه ازش فراری بودم، خوشم نمیومد ازش، همیشه میخواستم از یه تهران فرار کنم بیام آمریکا یا خارج از ایران، یهو من آشنا شدم با یه قسمتی از ایران که هیچ وقت حالا ندیده بودم. رو همین حساب اون عکاسی که من تو ایران میکردم یه چیزی بود که کاملا از
تعجب بود، یعنی وقتی چیزی که میدیدم مثلا باورم نمیشد که چیزی هست دور برام که اصلا من نمیدیدم. همون عکس کوچولوها رو به هم دیگه شروع کردم چسبوندم و کلاژ درست کردم. یعنی اولین کار بزرگم همش کلاژ بوده و اون قسمت عکاسی بود که من دوست داشتم، اون کریتیویتی بودش که بتونم یه چیز جدید رو از اون چیزایی رو، خاطرات کوچولویی که جمع کرده بودم خود خود مخصوصا توی ایران، به هم دیگه بچسبونم بشون یه فرم جدید بشون بدم. صحبت تکنولوژی و اینا شد، آینده مثلا عکاسی، واقعا یه چیزایی توی ایران هستش که آینده‌ای به نظر من نداره و داره از بین میره. همین تکنولوژی داره اینا رو از بین میبرتشون. قبل از که کاملا از بین بره آدم بتونه بره از اینا داکیومنت کنه اینا رو و مستند درست بکنه که برای مثلا دخترم که شاید نره ایران و شاید نبینه هیچ وقت این چیزا رو، که ببینه و بدونه که مثلا چه چیزایی واقعا فراخواندهی تو ایران هستش. من وحید هستم از واشنگتن. بر فراز بالهای وین تیوی با ما همراه بشید تا به دنیای اخبار سفر کنیم. از پاییز زرد تا بهار سبز، از زمستان سرد تا تابستان گرم، وین تیوی دریچه‌ای به روی فصل بیداری شماست.